وقتا که ما بچه بودیم میگفتن فروع دین 10 تاست، بعد از امر به معروف و نهی از منکر میگفتن این چیز دیگه هم هست، تولی و تبری. یعنی از واجباتی که همه مسلمان ها باید بهش توجه داشته باشند و عمل کنن، یکیش اینه که باید دوستان خدا رو دوست بدارن، با دشمنان خدا باید دشمنی کنن. تنها دوستی کافی نیست، اگر این دشمنی نباشد اون دوستی از بین خواهد رفت. اگر سیستم دفاعی بدن نباشد اون سیستم جذب هم نابود خواهد شد. اون چه مهم است اینه که ما جای جذب و دفع را درست بشناسیم. گاهی متاسفانه اینا اشتباه میشیم، اونجایی که باید جذب کنیم اونجا به دفع بپردازیم. کسی که از روی نادانی سخنی گفته، اشتباهی کرده، لغزشی براش پیدا شدی، بعدم پشیمون شدی، یا اگه براش توضیح بدید باور میکنه، قبول میکنه، آدم منزویست، نسبت به چنین کسی نباید دشمنی کرد. صرف اینکه یک کسی مرتکب گناهی شد نباید رندش از جامعه، باید صد اصلاحش کرد. بیماریست که باید به پرستاری او پرداخت، اینجا جای اظهار دشمنی نیست. مگر کسی که تعمد داشته باشد علناً در جامعه گناه را رواج بده، او نه، اون خیانته، اون تعمد است، اون خباثت است، اون پلیدی است، اون را باید باش دشمنی کنه. اما اشتباهاً کسی مرتکب گناهی شده باید با مهربانی باش رفتار کرد، اولا سرش را پنهان داشت، آبروش را نریخت، سعی کرد او را اصلاحش کرد، باش مهربانی کرد، مشکلی داره مشکلش حل کرد. اون وقت وقتی میرسه به اون دشمنان غدار قسم خورده، اون وقت گفته میشه که ما طالب زندگی هستیم، طالب مرگ نیستیم، باید به همه لبخند زد، با همه باید آشتی کرد. نه، اونجا جای آشتی نیست. اونها به قطره قطره خون ما تشنه هستند. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، تا دست از انقلابتون بر ندارید آمریکا از شما راضی نمیشه. هر روز بیازمایید ببینید.